در آغاز سرخط مهمترین خبرها. تأکید رئیس جمهوری روسیه بر گسترش روابط کابل و مسکو، ولادیمیر پوتین گفت افغانستان در حال دستیابی به ثبات است. مسکو نمیتواند این واقعیت را نادیده بگیرد که وضعیت در افغانستان در حال تثبیت شدن است. ما با مقام‌های فعلی افغانستان وارد روابط دو جانبه شده ایم و این روابط بیشتر توسعه خواهد یافت. و آغاز پروسه خریداری و ذخیره‌سازی گندم‌های مازاد دهقانان در سیلوی مرکزی کابل. دیدن 37,000 تن گندم برای امسال پلان کرده بخره و خریداری گندم تقریبا در اکثر ولایات تکمیل شده، هم سهمیه کنه سهمیه بندی کرده و وسیله کابل هم از اون یک سهمیه می حدودا 17,000 تن یا کم بیش گندمش به وسیله کابل می. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز، توجه نمایید به بسته خبری این ساعت از تلویزیون تمدن. و حال هم مشروع خبرها. رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که افغانستان در حال دستیابی به ثبات است. ولادیمیر پوتین همچنان تاکید کرد که مسکو خواهان گسترش روابط با حکومت کابل می باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت نیز روابط کابل و مسکو را مثبت ارزیابی کرد و گفت افغانستان خواهان تعامل و گسترش روابط مثبت با تمامی کشورها است. نشست خبری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آستانه پایتخت قزاقستان، نشستی که ولادیمیر پوتین در آن گفت افغانستان در حال دستیابی به ثبات است و روسیه خواهان گسترش روابط با افغانستان می باشد. مسکو نمیتواند این واقعیت را نادیده بگیرد که وضعیت در افغانستان در حال تثبیت شدن است. ما با مقام‌های فعلی افغانستان وارد روابط دو جانبه شده ایم و این روابط بیشتر توسعه خواهد یافت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت نیز روابط میان افغانستان و روسیه را مثبت توصیف کرد و گفت کابل با سایر کشورها نیز روابط خوبی دارد و خواهان تعامل مثبت با تمامی کشورها می باشد. امارات اسلامی افغانستان هم با مسکو در حالت روابط بسیار خوب قرار داره و همچنان خواهان از است که روابط در رده خود اعتماد پیش بره و همچنان بتانیم با هر دو جهت مفید او را تمام بکنیم. افغانستان در این حال که مسکو روابط خود را حفظ میکنه و گسترش میده با دیگر کشورها هم در حالت روابط خوب است. با چین و کشورهای منطقه تمامش ما رابطه خوب داریم، همچنان با کشورهای اسلامی. آگاهان سیاسی هم معتقدند که روسیه در تلاش ایجاد روابط پایدار با افغانستان است و احتمال آن وجود دارد که مسکو همراه با کشورهای آسیای میانه در برسمیت شناسی کابل اقدام کنند. روسیه در واقع تلاش میکنه حقیقت یک رابطه نسبتا پایدار سیاسی با طالبان بنا کنه و برای روسیه مهم نیست. در این زمینه احتمال زیاد داره که روسیه با آسیای میانه برای رسمیت شناختن طالبان اقدام بکنن و طالبان را هم در واقع قانع کنن به رزی که یک دولت ترکیبی در افغانستان اعلام شد. آن طرف در بیانیه پایانی نشست سازمان پیمان امنیت جمعی در آستانه پایتخت قزاقستان بار دیگر بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید شده است. در این بیانیه گفته شده که ما طرفدار یک افغانستان صلح‌آمیز، مستقل، متحد، عاری از جنگ، تروریسم و مواد مخدر هستیم و از جامعه جهانی خواسته شده تا حجم کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را برای حمایت از مردم و توسعه زیرساخت‌های این کشور افزایش دهد. از نخستین سالگرد رحلت حجت الاسلام سید محمد هادی هادی در کابل با حضور اقشار مختلف جامعه، علما و مسئولان حکومتی گرامی داشت شد. در این مراسم سخنوران تاکید کردند مرحوم حجت الاسلام سید محمد هادی هادی از پیشگامان جهاد مقدس مردم افغانستان و الگوی وحدت و همدیگرپذیری در جوامع اسلامی بوده و راهشان ادامه یابد. مسئولان حکومتی نیز در این مراسم از جوانان خواستند بزرگان افغانستان را الگو قرار داده و از دامن
لبخند زدن به هر گونه تفرقه و اختلاف خودداری کنند. داود ناظری گزارش می دهد. از تمام سنگران این وطن نعره تکبیر تو آید به گوش. مسجد جامع زهرا در غرب کابل. حضور پرشور مردم، علما، متنفذین و مسئولان حکومتی در نخستین مراسم سالگرد رحلت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد هادی هادی. با گفته سخنرانان، حجت الاسلام سید محمد هادی هادی نقش مهمی در پیروزی جهاد مردم افغانستان و بسیج مردم علیه متجاوزین ایفا کرده است. با گفته آنان، آقای هادی در ابعاد مختلف شخصیت بزرگی بوده و کارنامه ایشان الگو و نمونه می باشد. با وجود که آقای هادی مشکل جسمی داشت، اما روح آقای هادی، روان آقای هادی، دید آقای هادی، برای باور آقای هادی بری بود که تا لحظه ای که زنده باشد در خدمت اسلام، وطن و مردم خود باشد که عزتمندانه در صحنه جهاد آمد، پیروزمندانه از جهاد فارغ شد. از شهامت ایشان و از غیرت ایشان، از عزم راستین و تصمیم با قوت و قدرت ایشان که با اون مشکلات جسمی که داشت که ما دیدیم، الان هم دیدیم، دو نفر یا گاهی سه نفر کمکش میکرد، از زیر بغلش میگرفت، ولی میامد در محافل شرکت میکرد، سخن میگفت، درس میداد مردم را، درس های تاریخ و جهاد و راهنمایی ها و مسائل اینچنینی. در این مراسم نقش او در تحکیم وحدت و برادری و خاموش ساختن آتش جنگ داخلی نیز برجسته عنوان شد. آنان گفتند سید محمد هادی هادی متعلق به همه مردم افغانستان است و در شورای اخوت اسلامی و شورای علما برای ترویج ارزش های دینی و اخوت مردم تلاش های فراوان کرد و صدها برنامه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی را در راستای تقریب مذاهب اسلامی، هم دیگر پذیری، اتحاد میان افغان ها، رشد بیداری فکری جوانان برگزار نبودند. ابو جهاد نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگر ما با اینا هم سفر بودیم، به اجلاس جهانی، به کنفرانس های بین المللی جهانی حضور داشتیم با یک دیگر. سید محمد هادی هادی در اولین صفتش این بود که دارای اراده قوی بود، انسان شجاع بود و با تدبیر بود و نستوه و خستگی ناپذیر بود. نخستین سالگرد شخصیت برجسته جهادی. مسئولان حکومتی نیز ضمن حضور در این مراسم گفتند مرحوم هادی هادی در ایجاد وحدت و تحکیم برادری بین اقوام نقش مهمی را ایفا کرده. آنان خطاب به همه مردم تاکید کردند از مشکلات گذشته عبرت گرفته و بر تفاهم ملی و تقویت برادری قلم و قدم بزنند. همه ما و شما نقش و رسالت خود را در این شرایط حساس به انجام برسانیم و بتانیم تک تک ما و شما پیشگام و پیش قراول وحدت ملی و اخوت اسلامی قرار بگیریم و یک بار دیگر افغانستان متحد و قوی و یک پارچه و عدالت محور را برای نسل های آینده خود به میراث بگذاریم. در این مراسم از فعالیت های فرهنگی آقای هادی نیز تقدیر شد و مسئول بنیاد پیامبر اعظم از حکومت خواست با حفظ دستاوردهای بزرگان افغانستان در تأمین عدالت و برابری بین اقوام بیشتر تلاش کند. حاکمیت بدور از مردم و مردم بدون حاکمیت معنا و مفهومی پیدا نمی کند. در بین مردم نباید مرزبندی و خطکشی شود. مردم نباید به زبان، قومیت، نژاد و مذاهب تقسیم شوند. همه ساکنان این سرزمین و مردم افغانستان از حقوق برابر و یکسان برخوردار است. مرحوم سید محمد هادی هادی بعد از مجاهدت های فراوان در عرصه های سیاسی، فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای در نهم قوس سال 1402 به عمر 64 سالگی چشم جهان پوشید. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
روند خریداری و ذخیره سازی گندم های مازاد دهقان در سیله های مرکز و ولایات کشور آغاز شد. همزمان مسئولان سیله مرکزی کابل از بازرگانان و بخش خصوصی می خواهند که در بخش سیله سازی سرمایه گذاری کنند. آن طرف شماری از دهقان اما خواهان افزایش نرخ های خریداری گندم هستند و می گویند با توجه به خشکسالی و کم آبی نرخ گندم پایین است. سیلوی مرکزی کابل با سابقه نزدیک به یک قرن که در بخش های ذخیره سازی گندم، تولید آرد و پخت و پز نان فعالیت دارد. بر اساس حکم رهبری حکومت قرار است در سال جاری گندم های مازاد دهقان خریداری و در سیلوهای کشور ذخیره شود. تا کنون نیز حدود 37,000 تن گندم در 14 ولایت کشور خریداری شده و قرار است 17,000 تن آن اینجا در سیلوی مرکزی کابل ذخیره شود. حدوداً 37,000 تن گندم برای امسال پلان کرده که بخره و خریداری گندم تقریبا در اکثر ولایات تکمیل شده، هم سهمیه رکنه سهمیه بندی کرده بودن و به سیلوی کابل هم از اون یک سهمیه میه حدوداً 17,000 تن یا کم و بیش گندمش به سیلوی کابل میه. اینجا بخش تخلیه و ذخیره سازی گندم های خریداری شده دهقان است و این هم موترهای حامل گندم که تازه از ولایات به کابل رسیده است. قرار است این گندم ها به هدف حمایت از دهقان و کنترل قیمت ها ذخیره شود. از 200 کم دهقان کار وفات نداره. او دره و داره، ماشین داره، بسیار یعنی مشکلات داره، کود داره، چی داره، مصرفات زیافتر داره. این حال اگر این در ساعت یک کنیم ساعت یا 120 بخره دهقان کار کن تباسته، چرا که وفات نداره؟ در کنار ذخیره سازی گندم، پخت نان، تهیه انواع کیک، ناشتا، رود و کلچه از دیگر فعالیت های سیلوی مرکزی کابل است. در حال حاضر روزانه تا 3 تن آرد نان تهیه می شود و در صورت افزایش تقاضا تا 40 تن آرد نیز توسط دستگاه ها و تنورها پخته می شود. ما پخت و پز داریم روزانه. انواع اقسام نان است، ناشتا است، دیگر کیک است، کلچه است. که تنوع در ناشتای ما زیادتر است و در پولی از این ما 3 قسم نان هم داریم. نان ساده است، نان جو است، نان سبوس است و ناشتا هاست که انواع و اقسام ناشتا زیاد است. در حدود 18 قلم ناشتا است. بیشتر قراردادهای دولتی و ادارات مختلف از جمله شفاخانه ها، پانتون کابل، پانتون پلوتکنیک، نان های قراردادشون اینجا پخته می شود. علاوه بر اون در بازار در غرفه های مختلف هم نان از طریق سلوی کابل تولید می شود. صبح کی کاف بجه شروع میکنیم تا 4 بجه دیگره. تقریبا 30 بجیار ما کار میکنیم. بازی با جای دولتی چیز میشه، روان میشه. دیگه میجا ما خوش هستیم، آرام هستیم بیادر. از سوی هم مسئولان سیلوی مرکزی از سرمایه گذاران و بخش خصوصی میخواهند که در ساخت سیلوها سرمایه گذاری کنند. تقاضای مهی است که سکتور خصوصی خصوصا در این بخش سهم بگیرد. بخاطر که سهم سکتور خصوصی به شکل مشارکت هم میتونه که به اونا یک مفاد داشته باشه و هم یک دستاورد خوب باشه در قسمت آبادانی کشور. سیلوها به هدف کنترل بازار، نگهداری محصولات دهقان و ارزینان و انواع کیک در کابل، قندهار و هرات فعالیت دارد که هزاران تن در آن مشغول به کار هستند. شماری از کلالان و فروشندگان ظروف سفالی در ولسوالی چعاب ولایت تخار نگران رکود صنعت کلالی هستند. آنان میگویند صنعت کهن و قدیمی کلالی کم رونق شده و اگر مورد حمایت قرار نگیرد ممکن است این صنعت به فراموشی سپرده شود. آن طرف مسئولان محلی ولسوالی چعاب تخار از رسیدگی به چالش های صنعتکاران خبر میدهند. صنعت کلالی یک از صنایع کهن با تاریخ طولانی اما در آستانه سقوط. اینجا در ولسوالی چاه آب ولایت تخار صنعتکاران از رکود این صنعت ابراز نگرانی میکنند. میگویند اگر حکومت از آنان حمایت نکند این صنعت در آینده نه چندان دور از بین خواهد رفت. این ساخت خودی ماست، ما باشنده چاه و سو مستطاب هم ماست، یعنی کلالی قطن خودی ماست. این می باید از باید نرو بعد ما بعد از بعد می خوایم که از فورورس می خوایم که مثال تای چند سال همو کاست توجه نکردن پرسون کردن مشکلات ما را پرسون کردن و از زمینی که ما داریم از خدمت ما کنده کلولوت و فعلا قصابا امور خوبی تو ما خرابه پرتن خاک ما را از بین بردن.
صنعت کلالی نه تنها در تخار که در بسیار از ولایت کشور روزگار خوبی ندارد. واردات اجناس خارجی به بازار باعث شده که مردم علاقه به صنایع کهن قدیمی نداشته باشند. صنعتکاران اما میگویند اگر مورد حمایت حکومت قرار بگیرند این صنعت قطعا دوباره احیا خواهد شد. بدبختانه ای به ولایت، به مرکز، حتی خارج از افغانستان مردم اوقدر نمیفهمه ما دولت اردومند یمیسیم که این همی صنایع دستی چوبه که زرگری است، کلالی است، این همی را فهمیدو چنبوستوزی است که از چرم بسیار پاپوشه خوب و مقبول می سوزن. این همی را از دولت اردومند نیستیم که این همی را بعضی نمایشگاه که در تخار می شود، در مرکز می شود، همی را به نمایش بگذارن. ما از شارواز می خواهیم که به مدد خاک ما، به کسب و کار ما، توجه ما، به سرک ما و دیگر همی که در مارکت جداگانه داشته باشیم به خود کار ما، کسب و کار ما پیشرفت بکنم. آن طرف مسئولان محلی ولسوالی چاه آبی ولایت تخار با تأکید بر حمایت از صنعتکاران تأکید میکنند که در تلاشند با راه اندازی نمایشگاه ها و بازاریابی این صنعت را همچنان زنده نگه دارند. ان شاء الله ما کوشش میکنیم که این فراهم کنه و این توانمندی از یورا نشو بیت دوم باعث بلند رفتن رشد اقتصاد و تولید از یوم شاه که خودی وقتی که یا که در نمایش گذاشته شد یا به توجه از یا دیگه احساسات از یا در چند نشوه. صنعت کلالی و استفاده از ظروف سفالی در گذشته از رونق و جایگاه ویژه در میان مردم برخوردار بود. صنعتی که برای بقا به حمایت حکومت شدیداً نیاز دارد. در میانه مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی مقام‌های ایرانی نسبت به این گفتگوها ابراز بدبینی کردند. از جمله معاون بین‌المللی وزارت خارجه ایران نوشته که اروپا دیگر بازیگر تاثیرگذار نیست. مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران با نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه در جنوا در حال دیدار و گفتگو است. خبرگزاری رویترز گزارش داد این مذاکرات بیشتر بر نگرانی‌های دو جانبه در مورد نحوه مواجهه با دونالد ترامپ و پرونده هسته‌ای ایران متمرکز است. تاکنون گزارش‌های مختلف درباره تداوم سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دولت جدید دونالد ترامپ و در عین حال احتمال مذاکره رئیس جمهوری منتخب آمریکا با تهران منتشر شده. اوکراین از جامعه بین‌المللی خواست در مقابل تهدیدهای ولادیمیر پوتین درباره هدف قرار دادن مراکز تصمیم گیری در کیف واکنش نشان دهد. رئیس جمهوری روسیه به تازگی از احتمال حمله به این مراکز در کیف با موشک‌های هایپرسونیک اورشنیک سخن گفته. ولادیمیر پوتین هشدار داد مسکو ممکن است در پاسخ به استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد آمریکا، انگلیس و فرانسه علیه خاک روسیه به چنین اقدامی دست بزند. آقای پوتین گفت این موشک را از نظر قدرت تخریب قابل مقایسه با سلاح‌های هسته‌ای است، ولی آن را با کلک هسته‌ای مجهز نخواهد کرد. استفاده این موشک در هفته گذشته علیه خاک اوکراین باعث نگرانی گسترده در کیف و میان متحدان غربی آن شده است. و حالا هم پیش‌بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 11-0، بامیان نیمه ابری 6-6، جلال آباد آفتابی 21-9، غزنی آفتابی 9-3، قندهار آفتابی 22-8. کندوز بارانی 14-7، لشکرگاه آفتابی 24-7، مزار شریف آفتابی 24-8، نیلی نیمه ابری 10-0، هرات نیمه ابری 15-1. اسلام آباد آفتابی 23-10، تهران آفتابی 11-3، دبی آفتابی 27-24، دهلی آفتابی 25-13 و مکه آفتابی 29-18.
در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. تأکید رئیس جمهوری روسیه بر گسترش روابط کابل و مسکو، ولادیمیر پوتین گفت افغانستان در حال دستیابی به ثبات است. مسکو نمیتواند این واقعیت را نادیده بگیرد که وضعیت در افغانستان در حال تثبیت شدن است. ما با مقام‌های فعلی افغانستان وارد روابط دو جانبه شده ایم و این روابط بیشتر توسعه خواهد یافت. و آغاز پروسه خریداری و ذخیره‌سازی گندم‌های مازاد دهقانان در سیلوی مرکزی کابل. بودن 30,000 تن گندم برای امسال پلان کرده بخره و خریداری گندم تقریبا در اکثر ولایات تکمیل شده، هم سهمیه کنه سهمیه بندی کرده و وسیله کابل هم از اون یک سهمیه نه حدودا 17,000 تن یا کم بیش گندمش به سهمیه کابل نه. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما کردیم. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر.